درود و عرض داریم خدمت همه شما هم میهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب تلویزیون ایران فردا را به روال همه شبها ها این با آخرین و تازه ترین خبرها همزمان با کاوشی بر روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا بروز نزاع و تنش در سخنرانی دو تن از رؤسای قوای ایران یعنی حسن روحانی و علی لاریجانی همینطور باستاب گسترده تبلیغات انتخاباتی آمریکا در روزنامه های تهران خاصه با بزرگنمایی تهدیدات نامزده جمهوری خواهان دونالد ترامپ واکنش های تند محافظ ایران از سفر جک استرا انگلیسی به شیراز باستا به آخرین کشمکش ها و تنش های انتخاباتی در کشور همسایه ترکیه انعکاس گسترده اظهار موضع تازه بشار اسد رئیس جمهور سوریه مبنی بر برگزاری انتخابات زود هنگام و مشروط به قدرت همزمان رد پیشنهاد سرگئی لاواروف از سوی ارتش آزاد برای پشتیبانی هوایی روزها و اظهارات کمسابقه وزیر اطلاعات ایران بالاترین مقام امنیتی رسمی کشور از وجود فشارهای پشت پرده برای برهم زدن نظم جامعه از سوی تندروها در واقع اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه چهارم آبان ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه بسان سایر شبها نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه از ایران منطقه و جهان خبرها را با خبرهایی از بروز تنش و هواشی پیش آمده در محفل شام قریبان علی خامنهای آغاز می کنیم. گویا پایگاه خبری تحلیلی انتخاب نزدیک به جناح محافظه کار میان روی ایران و توکلی خبر داد که تعدادی از حضار در مراسم ازاداری در دفتر رهبری ایران هنگام حضور رئیس مجلس و رئیس جمهور در این مراسم علیه آنان و توافق اتمی وین شعارهای تند و تیزی سرداده اند. بر اساس این گزارش ها این افراد روز شنبه دوم آبان ماه هنگام حضور علی لاریجانی رئیس مجلس در این مراسم شعارهایی از جمله خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت یا اماننامه نامه برجام تلاش بی سرانجام مرگ بر منافق و شعارهایی مشابه همچون هیهاد من نزله سر داده بودند این افراد همچنین شامگاه روز جمعه هنگام حضور حسن روحانی رئیس جمهور در این مراسم نیز شعارهایی شبی به شعارهای روز شنبه سر دادند در پی سرداد شدن شعارهای کنایه آمیز علیه علی لاریجانی رئیس مجلس در مراسم ازاداری شب آشورا در حضور خامنه ای تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار مقابله با مسببان این برخورد شدند در این میان حسین صبحانی نیا نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز یک شنبه سوم آبان ماه خواستار شناسایی عناصر اصلی این اقدامات شد و گفت اگر با یکی از دو مورد از متخلفان برخوردی منطقی و جدی صورت بگیرد و بدانند که قانون ملاک برخورده است از این پس حرمت افراد را نگاه میدارند البته این نمایندگان و منتقدان گویا یا قافل از اینند که شخص رهبری ایران پشتیبان پنهان و آشکار این جریانت تون روست و بر همگان مبرهن است که چنانچه این فقیه اشاره کند همه این متظاهرین و معترزین به برجام بر جای خیش خواهند نشست شرح تکمیلی گزارش این رویداد را در برنامه آن سوی خبر ببینید که از سوی همکارانم به اطلاع شما خواهد رسید در این میان روزنامه های مختلفی نیز به واکاوی این ماجرا و رویدادهای مشابه که دیریست در ایران باب شده است پرداختند از جمله روزنامه ابتکار مطلب اصلی صفحه امروز را با عنوان بی اخلاقی در محرم اخلاق به این موضوع اختصاص داد روزنامه تحولخواه ابتکار در بخشی از این مطلب با اشاره به سابقه ماجراهای مشابه نوشت که الان مدت هاست که برخی بداخلاقی ها در فضای سیاسی کشور به وفور مشاهده می شود. این موضوع گاهی در تریبون های رسمی به چشم می خورد و گاه در فضای عمومی دیده می شود. از منظر گروه سیاسی روزنامه ابتکار بداخلاقی هایی که در تریبون های مانند مجلس مشاهده می شوند بر بروز بداخلاقی در فضای عمومی بی تأثیر نیستند. ابتکار در بخشی از این گزارش یادآور شد که این رفتارها از دوران دولتهای نهم و دهم روند رو رشد و فزاینده داشت و با, این و با اشاره به این روند میپرسید که اما سؤال اینجاست که در نهایت چه زمانی باید جلوی آنها گرفته شود ماجرای فهاشی و پرتاب مهر نماز و لنگ کفش به علی لاریجانی و همینطور تنش در سخنرانی حسن خمینی در مراسم سالگرد خمینی و شعاردهی به هنگام سخنرانی حسن روحانی و پرتاب لنگ کفش به محمد جواد ظریف مصادیقی بود که روزنامه ابتکار به آنها اشاره کرد و آن را ناشی از بدخلاقی های رفتاری رسمی لایه های تندروی حاکمان در مجلس و دیگر نهادهای قدرت و تریبون های عمومی دانست خبرها را با چند رویداد منطقه‌ای پی می‌گیریم. تازه ترین اظهار موضع بشار اسد رئیس جمهور سوریه و پیشنهاد سرگئی لاواروف وزیر خارجه روسیه در باب ارتش آزاد سوریه موجب موج جدیدی از تحلیل و گمانه ها و خبرها در رسانه ها شد بر اساس گزارش منابع خبری مختلف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیروز یک شنبه سوم آبان ماه در دمشق و در دیدار با نمایندگانی از پارلمان روسیه گفت که اگر مردم سوریه لازم بدانند وی آماده است تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشورش شرکت کند خبرگزاری رویترز به نقل از منابع روسی گزارش داد که بشار اسد در این دیدار همچنین برای بحث در مورد ایجاد اصلاحات در قانون اساسی سوریه و برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام آمادگی کرده است بنابراین گزارش آقای بشار اسد تأکید کرد که تنها پس از آزادسازی سوریه از دست نیروهای داعشی آماده خواهد بود تا به بحث در مورد اصلاح قانون اساسی و مسئله انتخابات بپردازد وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که کرملین از سوریه خواست تا برای انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری آماده شود سفر هیئت روس به دمشق چند روز پس از سفر بشار به مسکو البته دیدار بسیار جنجالی بود و دیدارش با رئیس جمهور روسیه انجام شد در همین راستا و زمینه و مضمون روزنامه های امروز بشار رو متوجه و مهمان ویژه صفحه یکی خود کرده بودند از جمله روزنامه اطلاعات مؤسسه مطبوعاتی نزدیک به نهاد رهبری ایران البته کمی میانه روتر از کیهان با درجه تصویری از صحنه دیدار بشار اسد با هیئت پارلمانی روسی از اعلام آمادگی بشار اسد برای برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در این کشور داد موضوعات برگزیده را با سایر موضوعات منتشره در روزنامه های امروز پی میگیریم موج جدیدی از سعودی ستیزی مجددا به روزنامه های تحت امر نهاد رهبری ایران بازگشت که در صدر این روزنامه ها روزنامه جوان است که میبینید این روزنامه ها با حمله هماهنگ از سوی کارشناسان به اصطلاح سیاسی نزدیک به لایه های تندرو و روزنامه های لایه های تمامی امیدهای تیف های ایرانی برای بهبود و ترمیم روابط با این کشور مسلمان منطقه و همسایه ایران رو به مهاق میکشانند در این راستا روزنامه های راست افراطی به بهانه مختلف با خبرسازی های جعلی حتی به ساختار هیئت حاکمه عربستان حمله می کنند. از جمله روزنامه دنیای اقتصاد با درجه تصویری از ملک سلمان و شاهزاده ای دیگر از شورش شاهزاده ها علیه ملک سلمان خبر داد البته بدون ارائه هر گونه سند خبری و یا روزنامه حمایت تحت امر قوه قضایی ایران به بهانه محکومیت روحانی شورشی شیعه عربستان شیخ نمر نیم اصلی را به هشدار به سعودی درباره اعدام شیخ نمر اختصاص داد البته لازم به توضیح که تایید حکم اعدام شیخ نمر روحانی شیعه متهم به کشتار دست جمعی شهر قطیف در عربستان موج جدیدی از تهاجم به این کشور و بروز و ظهور تنش دیپلماتیک در عرصه رسانه‌ای میان جمهوری اسلامی و عربستان شد این روند تنش زایی خاصه در روزنامه‌های نزدیک به نهاد رهبری ایران و نیروهای نظامیان که مخالف بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه هستند شتاب و رشد بیشتری داشت در این راستا روزنامه رسالت نزدیک به طیفی از معتلف ای های جناح بازار سنتی با درج تصویری از این شیخ شوریده به شپ جزیره ی عربستان حکم انتشار اعدام وی را بازی آل سعود با آتش خواند یعنی تهدید میکرد و اما رجب طیب بردوغان و انتخابات پیشرو در ترکیه نیز مورد تحلیل و توجه بسیاری از روزنامه ها قرار گرفت. لازم به توضیح است که به استحضار بینندگان عزیز برسانم نظر به وجود اختلاف دیدگاه میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه‌ای حول حمایت های یک جانبه و همه جانبه جمهوری اسلامی به بشار اسد خودکامه سوری بالاترین میزان شکاف دیپلماتیک میان کشورهای منطقه عملا همینک بین ترکیه و عربستان از یک سو با جمهوری اسلامی است که این روند کماکان ادامه دارد ترکیه و عربستان در واقع دو کشور مخالف سرسخت سیاست های سرکوبگرانی رژیم حاکم در دمشق هستند که خوشایند جمهوری اسلامی نیست و جمهوری اسلامی هم هر نیروهای نظامی خود را به دفاع از اسد به میدان میفرستد. در این میان روزنامه خراسان با شعار نان عشق اردوغان از آن به عنوان یک شعار و وعده انتخاباتی عجیب در ترکیه یاد کرد روزنامه خراسان که آن هم تا حدودی وابسته به نهادهای راست است در این یادداشت گزارش تحلیلی به قلم دکتر علیرضا رضاخا با نقد به سیاستهای تبلیغاتی حزب حاکم در ترکیه و البته بدون ذکر نام محمود احمدی نژاد به نحوی در این نوشتار کوشید که بویی از قیاس سیاست های پوپولیستی بین اردوغان و احمدی نژاد رو به ذهن خواننده متبادر کند و با ذکر مصادیقی از وعده های انتخاباتی با ابراز شگفتی خاصی نوشت که در حالی که کمتر از یک هفته به انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی در ترکیه باقی مانده است حزب حاکم برای به دست آوردن رأی مردم تقریبا دست به هر کاری میزند از تهیج حس ناسیونالیستی مردم با راه اندازی به زم وی جنگ گسترده علیه کردها گرفته تا باجگیری از اتحادیه اروپا به بهانه بحران مهاجران اما نکته جالب توجه این نوشتار متول ذکر مصادیقی است که نویسنده را به شگفتی وامی دارد البته جالب توجه است سطر نویس روزنامه خراسان با عجیب و غریب و بعضا خندهدار خواندن این وعده های حزب اردوغان نوشت که این حزب در مبارزه انتخاباتی خود به مجردها وعده کمک به ازدواج داده است نخست وزیر و رهبر حزب داوود اغلو در یک سخنرانی خطاب به جمعیت گفت ما به شما کار غذا همسر و خانه می دهیم. داوود اغلو نخست وزیر ترکیه گفت به مجردها وام ازدواج می دهیم می شود عاشق چون این کشوری نشد از منظر روزنامه خراسان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه در روزهای باقی مانده به انتخابات پارلمانی ترکیه در تلاش برای جذب آرای خاکستری این کشور هستند کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با آخرین و مهمترین مطالب منتشره در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا دونالد ترامپ نامزد جنجالی جمهوری آهسته 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 مرتوجه سیاستمداران ایرانی و رسانه های ایران قرار می گیرد با بیم و حراسی مشهود روزنامه آفتاب یزد تمام موضوع اصلی شماره امروز را به این موضوع اختصاص داد آفتاب یزد با به بردن تعابیری همچون ریگانیزه شدن کاخ سفید از آن به عنوان بلای برجام یاد کرد آفتاب یزد که در این گزارش تحلیلی سیاسی سرنوشت توافق هسته‌ای را در صورت روی کار آمدن دونالد ترامپ جمهوری خواه بررسی می کرد با ابراز نگرانی از احتمال پیروزی این نامزد تندروی جمهوری خواهان و با اشاره به اظهار موضع وی مبنی بر اینکه در صورت راهیابی به کاخ سفید توافق را برهم هم می زنم نوشته بود حقیقت این است که از دید بعضی محافل آمریکایی رئیس جمهور دموکرات این سالها منظور باراک اوباما نه تنها انسانی مثبت و تأثیر گذار نبود بلکه چهره بسیار منفعل ضعیف و مایه آبروریزی کسانی به شمار می آید که معتقدند ایالات متحده بایستی تعیین کننده نظم جهان باشد البته این ایراد به باراک اوباما از سوی بسیار از گروه های سیاسی روشنفکران در عرصه بین الملل نیز وارد هست که نشسته به بحث سوریه فقط نظاره می کند برای همین به زمین روزنامه اوباما یه سازشگر آمریکا برای ادعی به مسابقه کارتر شکست خورده ی سالهای 97 تا 81 است ادعی حتی دلیل انتخاب شدن اوباما دموکرات را هم با کارتر مقایسه می کنند. کارتر که در پس فشارهای ناشی از جنگ ویتنام و سیاستهای غلط آن روزها با شعارهای سول بر روی کار آمد بی به اوبامایی نیست که پس از دو جنگ افغانستان و عراق که در زمان جورج بوش پسر رخ داد رأی آورد و حالا زمانی است که او یعنی اوباما نیز چون کارتر به سستی در سیاست خارج متهم شود و چه این موضوع شکست دیگری را برای طیف حامیان رئیس جمهور کنونی آمریکا رقم بزند نویسنده ی روزنامه خراسان در ادامه با این روی کرده تحلیلی مبنی بر اینکه طبق یک سنت قدیمی که بعد از هر دموکراتی جمهوری خواهی و بعد از هر جمهوری خواهی یک دموکرات بر سر قدرت می نشیند و از غذا این بار یا نوبت جمهوری خواهان هم هست قرعه به نام تون های آمریکا در بیاید میپرسید چه اتفاقی ممکن است در تعاملات جهان به ویژه در بحث توافق هسته ایران رخ دهد ده در این راستا گزارشگر آفتاب یزد در ادامه نوشتار متول تحلیلی خود به نقل از یک کارشناس خبری سیاسی عرصه امور بین اینگونه پاسخ داد که اینکه شخصی مثل ترامپ از این سخن میگوید که میخواهد به زیر تفاهم نامه بزند هر چند شدنی است اما منطقی نیست چرا که این عمل هم پرستیژ آمریکا را تحت شعا قرار میدهد و همین که بد اهدی آنها به عنوان یک سند در شورای امنیت سازمان ملل ثبت می شود به خصوص اینکه تا زمان روی کار آمدن فرضی و احتمالی دونالد ترامپ جمهوری خواه بیش از یک سال از قطعنامه شورای امنیت خواهد گذشت آن هم شورای امنیتی که آمریکا بارها به آن استناد کرده است وقتی کسی مثل ترامپ بخواهد توافق را زیر سوال ببرد یعنی زیر مصوبات کشور خود زده است پس اساساً چنین امکانی از لحاظ حقوقی نیز وجود ندارد بیننده برنامه صفحه یک هستید از هم همه و قوقای تبلیغات انتخاباتی ترکیه به آمریکا آمدیم و همینک به جدال انتخاباتی پیش روی در ایران باز میگردیم روزنامه آرمان و بسیاری از روزنامه های پرشمارگان کشور البته در دو سوی طیف سیاست ایران آخرین بیانیه محدود کننده شورای نگهبان را منتشر کردن که گویا استعلام مراجع چهارگانه را نیز در بررسی صلاحیت نامزدها کافی نمیدانند و در تازه ترین روند اعمال فشار علیه حقوق دموکراتیک و انتخابات ایران با ابزار خلق و سائی به نام تحقیقات محلی گویا میکوشند برای احراز صلاحیت کاندیدا و محدود کردن نامزدهای تیفای مختلف اقدام کنند عملی بسیار عجیب و در هرچه محدود سازی حق انتخاب شوندگان و به انتخاب کنندگان ادامه میدهم با دیگر مطالب و اما گلایه های وزیر اطلاعات ایران نهاد امنیتی رسمی به ظاهر تحت امر کابینه روحانی که در رویارویی با نهادهای موازی امنیتی تحت امر خامانه ای هر روز ناکارآمدتر می شود تا جایی که وزیر اطلاعات از دست های تنش آفرین تازه کنار زد. روزنامه های با مشی اصلاح طلبی به طور یک پارچه ای علوی وزیر اطلاعات را بر صدر صفحه نشاندند و به نقل از وی با خانش های مختلف مطالبی مختلف منتشر کردند از جمله روزنامه ایران ارگان دولت با درج انتقاد سریع وزیر اطلاعات از کارشکنی علیه برجام به نقل از وی خبر داد که دولت با تدبیر اجازه نداد کشور زمین بخورد و یا روزنامه افکار به نقل از این مقام امنیتی نوشت که ادعی به دنبال از بین بردن آرامش کشور هستند و همینطور روزنامه های اعتماد و ابتکار که از گرایه های این وزیر نوشتن که ادعی نمی گذارن دولت به فکر حل مشکلات کشور باشد که گویا بدون ذکر نام اشاره ای داشت به جریان های تونرو و لایه های نزدیک به محافل مصباحیه و فرقه های منتصب علی خامنه ای و شاخک های رسانی آنها از جمله روزنامه کیهان. و در وقت باقی مانده باز با رویدادی انتخاباتی البته عمده مطالب بیشتر روزنامه امروز رنگ و انتخابات در اقصا نقاط جهان داشت که مرور کردیم از اعلام انتخابات زود هنگام و مشروط و در سوریه تا آمریکا و سپس ترکیه و خلاصه ایران بیهنری باهنر، عنوان مطلبی بود که روزنامه ابتکار در صفحه یک امروز در چگونگی اعتلاف ها و تشکیلات سیاسی احزاب و گروه ها در آستانه انتخابات مجلس دهم منتشر کرده بود این روزنامه با اشاره به اظهار موضعی تون و حذوی باهنر که صریحا گویا خواستار حذف اصلاح طلبان شده بود به نقل از این عضو تند دوگانگوی عرصه سیاست اصولگرایی ایران نوشت که باید به یک سری نیروهای اصولگرا برسیم و بتوانیم آنان را کنترل کنیم تا مجلس دهم ده دست حتی اصلاح طلبان معتدل هم نیافتد در این میان صادق زیبا کلام در نقد به این افراد گرای تمامیت خواه حذف اندیش نوشت با هنر و اصولگرایان هم قطاروی که از مجلس هفتم تا نهم نه حضور دارند و مجلس شورای اسلامی را در انحصار خودشان قرار دادهاند در این مدت چه گلی بر سر ملت و کشور زده و چه گامی برای سیاست، اقتصاد و جلوگیری از فساد و اختلاس کشور برداشتند. این استاد دانشگاه در پایان نظر به رفتار حزوی این سیاستمدار نتیجه گرفت که گروه های اصولگرا و شخص باهنر چون اعتقادی به اصل دموکراسی و گردش قدرت در ساختار سیاسی ندارند صریحا فرمان حذف گروه های رقیب را سر می دهند. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های خبری تحلیلی امشب از جمله آن سوی خبر. این جانب از محضر یکایی که شما خوبان خداحافظی می کنم. تا درودی نو و دفتری تازه از صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی. Pedro